خط خبرها واکنش رئیس زندان اوین به حک دوربین های این زندان گسیل نیروهای انتظامی برای سرکوب اعتراضات در ایران پیروزی پنچیر در برابر طالبان بروز جنگ داخلی در افغانستان و حمله مشترک ارتش سوریه و نیروهای مورد پشتیبانی ایران به مردم بیگناه درود بر شما همراهان کانال ایران خوشحال می شویم تا پایان این خبر ما را همراهی کنید در صورت تمایل کانال را سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله در خبرنامه ما مشترک شوید با سپاس از همراهی شما مشروح اخبار رئیس زندان اوین صحت حک دوربین های زندان و بدرفتاری با زندانیان را پذیرفت در پی افشاگری هکرها از داخل زندان اوین رئیس سازمان زندانهای ایران روز سهشنبه در یک پیام کوتاه توییتری بابت رفتارهای غیرقابل قبول که در ویدیوها دیده می شود عذرخواهی کرد. یک گروه سایبری به نام عدالت علی از روز یکشنبه گذشته تصاویری را منتشر کرده که با حک کردن دوربین های امنیتی زندان اوین به دست آورده است. این تصاویر نخستین بار روز یکشنبه سی و یک مرداد منتشر شد و یک مورد آن حاوی بدرفتاری با یکی از زندانیان است. این تصویر یک زندانی را در فضایی که احتمالاً حیات زندان باشد نشان میدهد که از حال می رود و سپس چند معمور زندان از راه می رسند و او را در مسیری طولانی روی زمین می کشن. گروه عدالت علی می که با هدف افشاگری این تصاویر را تهیه کرده و گفته از تصاویری نیز از داخل بندها و پرونده زندانیان سیاسی و برخی مدارک محرمانه به دست آورده که آنها را منتشر خواهد کرد. حالا در اولین واکنش رسمی در حکومت به این افشاگری ها محمد مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان های ایران در توییتی که روز سهشنبه صبح دوم شهریور ماه منتشر شد میگوید مسئولیت این رفتارهای غیر قابل قبول را میپذیرد او در ادامه این توییت از خداوند متعال رهبر عزیزمان ملت بزرگوار و زندانبانان شریف عذرخواهی کرده است آقای حاج محمدی همچنین وعده داده است که با عوامل خاطی برخورد جدی خواهد شد. کاربران توییتر در واکنش به این پیام مقام زندانها این عذرخواهی را کافی ندانسته و برخی از آنها خواستار تشکیل هیئت مستقل برای بررسی زندان اوین و برخی خواستار استعفای او شدند. در همین حال روز دوشنبه ویدیوهای کوتاه دیگری از این هکرها در رسانه های فارسی خارج از کشور منتشر شد که حکایت از خشونت و قوه قهری رایج در برابر زندانیان زندان اوین دارد این گروه هکری پیشتر در بیانیه خود هشدار داده بود که به افشای ظلم و ستمی که ابراهیم رئیسی و رژیم به مردم روا دارند ادامه خواهیم داد زندان اوین معروف در این زندان ایران است که در بندهای مختلف آن زندانیان سیاسی نگه داشته می شود. برخی از بندهای آن نیز تحت نظر نهادهای امنیتی نظیر اطلاعات سپاه پاسداران است اتحادیه اروپا فروردینماه ماه امسال زندان اوین را به همراه زندان مرکزی تهران بزرگ فشواییه و زندان رجایی شهر به اتهام نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات آبان 98 به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. گسیل نیروهای انتظامی برای جلوگیری از تجمع اعتراضی بازنشستگان بر اساس گزارش دریافتی مأموران نیروی انتظامی در مقابل ساختمان تأمین اجتماعی واقع در خیابان آزادی تهران جهت جلوگیری از برگزاری تجمعات اعتراضی توسط بازنشستگان صف آرایی کردند. به دلیل خالی بودن خزانه دولت حقوق مرداد ماه بیش از 5 میلیون نفر از بازنشستگان کشوری لشکری و تأمین اجتماعی پرداخت نشده و این قشر شریف همچنان چشم انتظار دریافت حقوق ماهیانهشان هستند. افغانستان ولایت پنچیر کانون ایستادگی در برابر طالبان امکان بروز جنگ داخلی در آن کشور بالا میگیرد. در اوج هرج و مرجی که همکنون در کابل و به ویژه فرودگاه بین المللی آن شهر جریان دارد منابع خبری طالبان میگویند که خود را برای حمله به دره پنجشیر که به مرکز گرد همایی مخالفان آنها تبدیل شده است آماده میسازند ارزیابی می شود که در روزها و هفته های آینده خیزش های مشابهی در برخی شهرها و استانهای دیگر افغانستان نیز رخ دهد ولی در همین حال گروه های بیشتری از نیروهای نظامی و امنیتی و اداری رژیم پیشین خود را همراه با همه تجهیزاتی که در اختیار دارند به طالبان تسلیم می کنن که این امر نیز می تواند موجب تقویت آنان شود. عبدالله صالح معاون پیشین اشرف غنی رئیس جمهوری فراری افغانستان به خبرنگاران گفت که نیروهای طالبان خود را به دروازه ولایت پنشیر رساندند او در توییتر خود نوشت که واحدهایی از نیروهای طالبان در اطراف این ولایت که در شمال شرق افغانستان قرار دارد مستقر شده و راه عبور را بستند در یک ولایت دیگر نیز نبردهایی میان نیروهای طالبان و افراد مسلح محلی رخ داده که تلفات سنگینی به تروریست های طالبان وارد آمده است احمد مسعود فرزند احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان که پرچم شورش علیه طالبان را برافراشته میگوید که تاکنون شش هزار مبارز به این نیروهای او پیوستند و قصد دارند تا آخرین نفس از وطن خیش در برابر این اسلامگرایان افراطی ایستادگی کنند او گفت که مرگ بر تسلیم شدن در برابر طالبان شرف دارد احمد مسعود گفت در همان حال که خود را برای جنگ بی امان آماده میسازد برای آغاز گفتگوهای صلح و آشتی نیز آمادگی دارد و درهای حل مسالمت آمیز را نمی بندد. در ایران شماری از روزنامه ها و سیاستمداران به حکومت توصیه کردند که در به رسمیت شناختن تروریست های طالبان و برقراری روابط با آنان شتاب نکنند. در این توصیه ها آمده است که به وعده های طالبان نمی توان اعتماد کرد و حتی اگر آنان قول دوستی و همکاری با رژیم ایران بدهند در اولین فرصت به رژیم ایران پشت خواهند کرد برخی روزنامه ها یادآوری کردند که گروه های مانند داعش، القاعده و خراسان بزرگ بخشی آشکار یا پنهان از طالبان هستند و دیری نخواهد پایید که چهره واقعی خود را نشان دهند از گزارش ها چنین برمی آید که هرچه زمان می گذرد گروه های بیشتری در داخل ایران به حکومت هشدار می دهند که باید از طالبان دوری جست اما در این حال به نظر می رسد که مقامات رژیم ایران در حال تماس و گفتگو با طالبان هستند و گروههایی از نیروهای ارتشی و امنیتی افغانستان با های خود به داخل ایران گریختند و از حکومت ایران خواستند تا با پادرمیانی این رژیم و به شرطی که به جان آنها آسیبی نرسد امکان تسلیم شدن مسالمت آمیز آنها به طالبان فراهم گردد. حمله مشترک ارتش سوریه و نیروهای مورد پشتیبانی ایران به درعا تصرف درعا برای دولت بشار اسد از اهمیت بسیاری برخوردار است. این استان جنوبی سوریه همچنان تحت کنترل شورشیان است در آ برای مدت دو ماه تحت معاصره سربازان ارتش سوریه و شبه نظامیان مورد حمایت ایران بوده است ارتش سوریه اعلام کرده است که عملیات بازپسگیری در آه از دست شورشیان آغاز شده است گفته می شود حمله از بخش غربی در آ آغاز شده است خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی از امان پایتخت اردن از آغاز حمله ارتش سوریه به شورشیان مستقر در درعا خبر داده است از یک حمله بزرگ به شورشیان سخن می رود. گفته می شود که شبه نظامیان مورد پشتیبانی جمهوری اسلامی نیز سربازان ارتش سوریه را در این عملیات همراهی می کند. خبر حمله سوریه به درعا از سوی مقامات نظامی کشور و همچنین از سوی منابع وابسته به اپوزیسیون تایید شده است باز پسگیری این استان برای دولت بشار اسد تنها از اهمیت نظامی برخوردار نیست اعتراضات عمومی علیه دولت اسد در سال 2011 ابتدا از استان درعا آغاز شده بود این اعتراضات که در آغاز مسالمت آمیز بود به گونه سریع به دیگر نقاط سوریه گسترش یافت. منابع اپوزیسیون سوریه اعلام کردند که حملات ارتش سوریه و شبه نظامیان تحت حمایت ایران از بخش غربی مناطق تحت محاصره صورت گرفته است. در آب مدت دو ماه در محاصره کامل قرار داشته است. اپوزیسیون سوریه اعلام کرده است که نیروهای نظامی وابسته به ارتش سوریه مانع از ورود مواد خوراکی دارو و سوخت به این شهر شدند و تنها باریک راهی برای خروج افراد غیر نظامی پیش بینی کرده بودند در حمله به درعا نیروهای مورد پشتیبانی از ایران تحت فرماندهی یگان ویژه چهارم ارتش سوریه مشارکت دارد گفته می شود که محاصره درآ توسط همین یگان صورت گرفته است افزون بر آن گفته شده است که ارتش سوریه در مسیر بزرگ راه بین دمشق و نقاط مرزی اردن ایستگاه کنترل ایجاد کرده است. رسانه های دولتی سوریه در ارتباط با حمله جاری ارتش سوریه به درعا از آغاز عملیات پایان دادن به هرج و مرج و بیقانونی در این بخش از خاک این کشور خبر دادند.